رئیس مجلس توی مصاحبه اخیرشون با یکی از خبرگزاریا گفته بودن که تحریم تاثیر چندانی تو وضعیت فعلی اقتصاد نداره. شما حالا نظرتون رو راجع به این موضوع میشه بفرمایید؟ خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن. حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه واسه چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفت فروش میده، چه جوری بالاخره بانک مرکزی داره تلاش میکنه برای جابجایی ارز و تامین نیازهای کشور. من دیدم اتفاقا مصاحبه ایشون هست اینجا و متاسفم که با خبرگزاری وابسته به یه نهاد نظامی همش علیه دولت، بعد یه خبرگزاری که وابسته به یه نهاد امنیتی است نباید ورود کنه به مسائل سیاسی. از اون ور فشار میارن، از این ور هم حمله به دولت، مصاحبه میکنن، تمام برنامه های دولت رو زیر سوال میبرن که دولت باعث اینه. چطور دولت باعث اینه؟ چطور یه جای موفقیتی پیدا میشه همه شریکن؟ ماشاءالله جلو میزنن، اسم از دولت نیست. حتی یه مسابقه ورزشی برنده میشیم همه هستن، اما وقتی یه مشکلی پیدا میشه هیچ کس نیست جز دولت. من در یه جلسه گفتم اگه بناست که حالا یه مشکلی پیدا شده همه برن وایسن سمت دشمن، هجومه به دولت اشکال نداره، ما بالاخره ما فدایی ملت ایرانیم، اینم روش، اما همه باید کمک بدن. اینجا جای تصفیه حساب‌های سیاسی نیست. اون کسی که میدونه چقدر نفروش میره، میدونه پولا چجوری جا به جا میشه، خبر داره، میاد تو جلسات شرکت میکنه، بعد میره بیرون دولت رو متهم میکنه، تمام برنامه های اصلی دولت. خب چطور تو دیماه و بهمن ماه پارسال مشکلی وجود نداشت؟ دولت به خوبی اداره کرد کشور رو. خودشون میگن، بعد خودشون هم پاسخشو میدن. یه عده میگن دولت دنبال اینه که دولت بعدی رو بگیره دستش، خودشو برای انتخابات تجهیز میکنه. همونا یه جه دیگه میگن دولت داره بازار رو به هم میزنه که دولت بعدی دوچار مشکل بشه. این حرفا خیلی سبکه. یا میگن هدفمندی یارانه ها باعث شده که این اتفاقات بیفته. از اول با هدفمندی مخالف بودن، از اول از این که 2000 بره تو جیب ملت ایران یه قدمی در جهت عدالت برداشته بشه. بابا 50 سال 10% جمعیت 70-80% یارانه رو به خودش اختصاص داد، بذارید یه چند سال هم هر کس هم خودشو بگیره. مشخصه که یک جنگ روانیست. باز من تأکید میکنم معناش این نیست مشکلات نداریم، اما بخش عمده مشکلات رو بانک مرکزی داره تحمل میکنه، وزارت نفت داره تحمل میکنه، وزارت اقتصاد داره تحمل میکنه. چطوره دو نفر سر یه چهار $200 مبادله میکنن، این میشه قیمت ارز، یه دم اینو میگیرن سر دست، حمله به بازار، جنگ روانی، هم بیرونی ها هم داخلی ها. من شنیدم شبکه های بیرونی قطع کردم، فقط روی این مسئله دارم مانور میدم، فقط روی این مسئله. دو تا عامل دست به دست هم دادن تا فشار بیارن بر ملت ایران. یه عامل از بیرونه، یه عامل هم از درون. خب دشمن اعلام کرده تحریم کرده. کجا رو تحریم کرده؟ خرید نفت از ایران. خب بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ایران از ناحیه فروش نفته. و دوم و بدتر از اون مبادلات بانکی رو تحریم کرده. یعنی اگر نفتی هم فروخته شد درآمد اون قابل هزینه کردن و جابجایی نباشه. همه توانشون رو برای اعمال این تصمیم بسیج کردند و دارن تلاش میکنن. در واقع یه جنگ پنهانه،
یه جنگ بسیار گسترده سنگین و در سطح جهان پراکنده. بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده میگه 22 نفر سرحلقه هستن، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. خب من چیکار باید بکنم؟ حالا باید مشخصه چه نهادهایی وارد عمل بشن، منتها همه باید کمک کنن. من بالاخره وقتی جنگ به معنای واقعی کلمه، پنهان البته، جنگ اقتصادی است، همراه با یه جنگ روانی دشمن میخواد تحمیل بکنه، از این ورم باید ما مجهز شیم همه با هم وایسیم در برابرش. دولت با همه وجود هست، داره تلاشاشو میکنه، پیگیریاشو میکنه، بانک مرکزی با همه وجود هست، وزارت اقتصاد هست، وزارت بازرگانی هست، خود بنده در خدمتشون هستم، معاون اول هست، واقعا داریم تلاش میکنیم. منتها فراز و نشیب داره دیگه، از این فراز و نشیب ما انشالله عبور میکنیم. برای چی جنگ؟ هر کس حرف از جنگ میزنه عقب افتاده است، حرف از جنگ میزنه او محکومه. یه دفعه پشت برنامه تبلیغاتی و جنگ روانی اونها خالی شد، الان عصبانی هست، نمیدونم خط قرمز و خط سفید و خط سرخ و خط مشکی و اینا برای بچه ها خوبه، همون نقاشی برای خودت، سطح همون آقا همونه که از اون نقاشی بکشه، ولی خب نقاشی زیاد خوب نبود، مثل که داده بود با ماشین کشیده بودن، یه خود تمرین بکنه نقاشیش بهتر بشه. چرا عصبانی هم سهیونیستا؟ یه علت شو گفتم برات. چرا بعد از اینکه ما سازمان ملل صحبت کردیم، اون آقا اومد اون رفتار توهین‌آمیز رو داشت، یه نقاشی ابتدایی کشیده بود و که بیشتر توهین به مخاطبین بود، خیلی نشوندنده نوع نگاه ایناست، اینا خودشونو خیلی بالا میدونن، بقیه ملت‌ها رو هیچ. خیلی زشت بود این رفتار. آقای احمد نژاد، آمریکایی‌ها ادعا کردن که فشارهای سیاسی و تحریمی خودشون علیه ملت ایران رو تشدید خواهند کرد. واکنش شما در قبال دشمنی‌های روزافزون آمریکایی‌ها نسبت به ملت ایران چیست؟ واکنش ما که معلومه چه است، ما کنار ملت ایرانیم و از همه حقوق و تمامیت ملت ایران با تمام قوا دفاع میکنیم. منتها روشی است که شکست خورده است، یعنی روش تکراری است، قبلا هم تجربه کردن، حالا علاقه مندن دوباره تجربه کنن، اشکالی نداره تجربه کن. بالاخره در بین الملل اصل بر رابطه است، اصل بر گفتگو و تفاهمه، اما رابطه و گفتگو و تفاهم باید در شرایط عادلانه انجام بشه، در شرایط احترام. اگر کسانی خیال میکنن با بد اخلاقی و فشار ملت ایران رو میارن پای رابطه و گفتگو، حتما اشتباه میکنن، حتما اشتباه میکنن، من میگم حتما اشتباه میکنن. اگرم انتظار دارن که چنین اتفاقی بیفته، حتما باید رفتارشون اصلاح بکنن، باید جوری دیگه عمل کنن. در مورد بحث هستی چی، آیا ایران ممکن عقب نشینی بکنه در این زمینه بر اثر این فشارها؟ ایران منظورتون کیه؟ منظورتون ملته؟ منظورتون احمدی نژاده؟ منظورتون کیه؟ ما که علی عقب نشینی نیستیم، نه ملت نه احمدی نژاد، کسی دیگه هم فکر نمی‌کنم باشه که بخواد عقب نشینی کنه. می‌خوایم بپرسیم که با چه هدفی به شما و دولت شما انگ اهانت و توهین به ولایت فقیه و ضد ولایت فقیه میزنن؟ آی دکتر احمدی نژاد، ای نوید بخش بهار، ما در زمستان سختی به سر می‌بریم. خیلی متشکر از شما. از من چرا میپرسید؟ اونایی که این کارو کردن از اونا بپرسید، حتی اگه گیرشون آوردید بالاخره بپرسید. بالاخره من واقعا متاسفم این اتفاق افتاد، لابد یه ضرورت خیلی مهمی بوده که 10 دقیقه به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومیشون دستگیر شده، حتما یه اتفاق بزرگی باید میافتاده. به نظرم کار خوبی نبود، یعنی حتما خودشون هم متوجه شدن که این چه فایده ای داشته. شد خبر اول، ما اونجا به جای اینکه باید جنایات سیونیستا و مستکبرین رو بیان میکردیم و افشا میکردیم، باید پاسخ میدادیم که در ایران چه خبر است. بعضی میگفتن آقا در ایران چه خبر است، که انهو اینجا دیگه همه چی به هم ریخته است. شاید حوصله میکردن،
اون اتهام هم که اشاره کردید حتما به آقای جهانفکر نمیچسبه. فکر میکنم این روش درستی نیست. یعنی اگر بنا باشه اینو ما باب بکنیم در کشور خیلی بد میشه. واقعا اتهام توهین به رهبری رو در ایران هیچ کی نمیپذیره. بالاخره یه مرزهایی هست ملت ایران به خاطر ادب تاریخیش، به خاطر ایمانش، به خاطر فرهنگش همیشه این مرزها رو محترم میشمونه. ولی اگه بنا باشه با این عنوان به همه میتونن، همه رو میتونن از دم ردیف کنن. منتما دارم پیگیری میکنم، صحبتم میکنم حتما با کسانی که باید صحبت میکنم. ما اصطلاحی داریم در فارسی میگه سگ‌ها رو رها میکنن، سنگ‌ها رو میبندن. یه موسی یونس بی فرهنگ رو آوردن حاکم کردن با اشغالگری، اجازه میدن که تهدید کنه. خب زیاد از من پرسیدن این سوال رو در نیویورک. گفتم مهمتر از تهدید اونها این مدیریتی است که چنین اجازه ای میده و هیچ واکنشی نشان نمیده. این مدیریت باید اصلاح بشه. والا تا این مدیریت باشه 4 تا 3 یونس بی فرهنگ هم پیدا میشن از این کارا بکنن. خب ملت ایران که تکلیفش روشنه. ملت ایران هیچگاه مهاجم نبوده، هیچگاه حمله نکرده و هجمه نکرده به دیگران، اما مدافع خیلی خوبی بوده. مدافعی بوده که تمام متجاوزان رو پشیمان کرده و پاسخهای دفاعی ملت ایران پشیمان کننده بوده. صدام کجاست؟ ملت ایران کجاست؟ خیلی ما نگران اون نیستیم. واقعا ایران که کشوری نیست که حالا با 4 تا به فرض اگر بتوانند و شرایط اجازه بده با 4 تا ترقه و تیر و ترکش ایران تکون بخوره. ایران که اصلا یک کشور بزرگ عظیم، ریشه در تاریخ، اما این چه مدیریتی است در دنیا؟ جالبه ما اومدیم این مدیریت رو ترسیم کردیم، اشکالاتش رو گفتیم، اونا دارن با رفتار خودشون حرفای ما رو مستند میکنن و از این جهت چیز بدی نیست. من فکر میکنم بیش از این که قصد حمله مثلا موضعی داشته باشن، هنوز تو مود جنگ روانی هست. بعضی هم مطلع نیستن داخل کشور، میان موج جنگ روانی دشمن رو اینجا رله میکنن. ما یه ملت بزرگیم، داریم زندگی میکنیم، معنیش این نیست اشتباهاتی نداریم. احمدی نژاد اشتباه نداره، دولت اشتباه نداره، بخشای حکومت اشتباه ندارن، نه اصلا معنیش این نیست. اشکال نداریم، ضعف نداریم، هرگز. من هیچ وقت چنین ادعایی نکردم. اما ایران عظیم چیزی نیست که حالا با 4 تا آدمی که خودشونو در آستانه رفتن میبینن. من تحلیل دقیقم اینه که حاکمیت آمریکا به این نتیجه رسیدی که دست و پای این صهیونیستای تندرو رو جمع کنه. به این نتیجه رسیدی که دیگه خرج اینا بیش از درآمدشون شده. میخوان یه طوری اینا رو مهار کنن، کنترل کنن، به یک تعادلی برسن. اینا فهمیدن دنبال ماجراجویی هستن برای اینکه برای خودشون فرصت بخرن و فرصت ایجاد کنن. خیال میکنن تهدید ایران یا ماجراجویی در رابطه با ایران فرصت لازم رو به اونها میده، اما حتما اشتباه میکن. دورشون تمام شده، باید برن. اگه خودشون سرشون بزن پایین مثل بچه آدم برن، ممکنه در نظم آینده جایگاهی داشته باشن. اما هرچی ماجراجویی کنن آینده خودشون رو بدتر خواهند کرد. در این کسی نباید تردید بکنه.